أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بخوان آنچه به تو از کتاب وحی شده است و نماز را به تمام و کمال برپا دار. بیگمان نماز از فحشا و کارهای ناپسند باز می دارد و حقا که ذکر خدا از همه بزرگتر است و خداوند آنچه را می کنید می داند. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. وبأهل كتاب جز برویش نیکو مجادله مکنید مگر با کسانی از ایشان که ستم کردند و بگوید به آنچه برای ما نازل شده است و برای شما نازل شده است ایمان آوردیم، خدای ما و خدای شما یکیست و ما به او فرمان برداریم. و كذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. همچنین کتاب را به تو نازل کردیم، پس به آنانی که کتاب دادیم به این کتاب نیز ایمان می آورند و از اینها یعنی مشرکان عرب نیز کسانی هستند که به آن ایمان می آورند و جز کافران کسی آیات ما را تکذیب نمی کند. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. و تو پیش از این کتابی را نمی‌خواندی و نه هم آن را به دست خود می‌نوشتی که در آن صورت این راهیان راه باطل مردم را به شک می‌انداختند. بل هو آیات بینات فی صدور الذین وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بلکه این آیات روشنی است در سینه های کسانی که به ایشان علم داده شده است و جز ستمگاران آیات ما را تکذیب نمی کنند. و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. و باز این منکران حق گفتند چرا از پروردگار وی بر او معجزه های نازل نشد؟ بگو معجزه ها یقینا در نزد خداوند است و من صرف بین دهنده هستم آشکارا. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. آیا به
ایشان همین بسنده نیست که بر تو کتاب را نازل کردیم که به ایشان خوانده می شود؟ بگمان در این رحمت است و پندی برای قومی که ایمان می آورند. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله بگو خداوند میان من و میان شما به حیث گواه بسنده است. او آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند و آنانی که به معبودان باطل ایمان می آورند و از وجود خداوند بر حق انکار می کنند هم ایشانند زیانکاران. و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. و با شتاب زدگی از تو عذاب می جویند. اگر وعده مقرر نمی بود یقینا به ایشان عذاب می آمد و بیگمان عذاب به گونه ناگهانی به سر وقت ایشان می رسد در حالی که از آن بیخبر می باشد. یستعجلونک بالعذاب و این جهنم لمحیطت بالکافرین. با شتاب زدگی از تو عذاب می جویند و بیگمان دوزخ کافران را احاطه می کند. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون. روزی که ایشان را از بالای سرشان و از زیر پای ایشان عذاب بپوشاند و آواز دهنده به ایشان بگوید ثمره اعمال را که مرتکب شده اید بچشید. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أي بندگان مسلمان من بيگمان زمین من فراخ است پس خاص مرا پرستش کنید. كل نفس ذائقة الموت ثم هر کس چشنده مرگ است و سپس به سوی ما بازگردانده می شوید. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. در این حال کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند بیگمان ایشان را در بالاخانه های از بهشت جاگزین می سازیم که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. ایشان در آن جاودانه به سر می برند و چی خوب است مزد نیکوکاران. الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. آنانی که صبر کرده اند و به پروردگار خیش توکل می ورزند. و کأین من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. ای بسا جانورانی که روزی خیش را بر نمی دارند یعنی پسنداز نمی کنند که خداوند هم آنها و هم شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست. ولئن سألتهم من خلق السماوات
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. اگر از آنها بپرسی کیست آن که آسمانها و زمین را آفرید و آفتاب و ماه را رام گردانید و به نظام آورد، یقینا میگویند خداوند. پس چطور ایشان برگردانیده یعنی فرشته می شوند؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له این علیم. خداوند به هر کی از بندگان خود که بخواهد روزی را فراخ می کند و به هر کی بخواهد تنگ می کند. حقا که خداوند به هر چیز داناست. ولئن سألتهم من نزل من السماء اگر از آنها بپرسی کیست که از آسمان آب را فرود آورد و با آن زمین را بعد از مرگ آن زنده ساخت، یقینا میگویند خداوند. بگو ستایش از آن خداست، اما اکثر ایشان نمیفهمند. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و این لو كانوا يعلمون. زندگی این دنیا بیش از بازی بیهوده نیست و بیگمان سرای آخرت همان است زندگی واقعی اگر این مردم میدانستند. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. این بندگان ناسپاس همین که با کشتی سوار شدن با اخلاص کامل و صدق دل نیایش می کنند، اما وقتی که خداوند ایشان را نجات داد و به خوشکر رساند با او شریک می آورند تا بدین وسیله به آنچه به ایشان دادیم ناسپاس گردند. اکنون از نعمتهای دنیا برخوردار شوند، ولی به زودی پی می برند که مرتکب چی اشتباهی شدند. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. آیا ایشان نمی بینند که ما ساحه زندگی ایشان را حرم مسکونی قرار دادیم در حالی که مردم از پیرامونشان را بوده می شوند؟ آیا ایشان به معبودان باطل ایمان می آورند و از نعمت خدا ناسپاسی می کنند؟ و من اظلم من افترا علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. و کیست تمگارتر از کسی که بر خداوند دروغی را افترا کرد یا چون به وای دعوت برحق رسید آن را تکذیب نمود؟ آیا در دوزخ جایی برای کافران نیست؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
کسانی که در راه ما جهاد می کنند یقینا به ایشان راه های خود را می نمایانیم و خداوند یقینا با نیکوکاران است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ألف لام ميم. امپراتوری روم مغلوب شد در نزدیکترین سرزمین و ایشان بعد از این شکست خیش عنقریب غالب می شوند. در چند سال فیصله از آن خداست، هم پیش از این و هم بعد از این، و در آن روز مسلمانان شادمان می شوند به کمک خداوند. آری خداوند هر کی را بخواهد پیروز می گرداند و او صاحب قدرت منی و مهربان است. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعده خداوند، خداوند وعده خود را خلف نمی کند، اما اکثر مردم نمی دانند. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ایشان امور ظاهری زندگانی دنیا را می دانند و اما از آخرت غافلند. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا به خود نمی اندیشند؟ خداوند آسمانها و زمین و آنچه را در میان آنهاست نیافریده مگر به حق و در دوره معینی، و بیگمان بسیاری مردم از دیدار پروردگار خیش در آخرت منکرند. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم هم آیا در زمین سفر نکردند تا ببینند که آخر کار کسانی که پیش از ایشان بودند چگونه بود؟ ایشان در قدرت خیش از اینها نیرومندتر بودند و زمین را برای کشت زیر و رو و آن را نسبت به ایشان بیشتر آباد کردند و برای ایشان پیامبرانشان با معجزه ها آمدند. چنین نبود که خداوند بر ایشان ستم کند، بلکه ایشان خود بر خیشتن ستم می کردند. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون.
پس عاقبت کسانی که بدی کردند بد شد، چون معجزه های خدا را تکذیب و به آن استهزا می کردند. الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. خداوند آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند، سپس به سوی او بازگردانده می شود. و یوم تقوم الساعت یبلس المجرمون. و روزی که قیامت برپا می شود، گناهکاران ناامید و حیرت زده می شود. و لم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانوا بشرکائهم کافرین. و از شریکانشان برای ایشان شفاعتگری نمی باشد. در این حالت است که ایشان از شریکان خیش انکار می کنند. و یوم تقوم الساعت یوم اذی یتفرقون. و روزی که قیامت برپا می شود، در آن روز مردم از یک دیگر متمایز می شود. فاما الذین آمنوا فهم فی روضت یحبرون. در این حال آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو ورزیدند در بهشت شادمان ساخته می شود. و اما الذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا و لقاء الاخرت فاولئک فی العذاب محضرون. و اما آنانی که کافر شدند و از آیات ما و لقای آخرت انکار ورزیدند، هم ایشانند که برای عذاب احضار می شوند. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. پس خداوند را در شامگاهان و صبحگاهان به پاکی یاد کنید. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وستایش از آن اوست، هم در آسمان ها و هم در زمین و هم در آخر روز و در هنگامی که وقت چاشت را میگذرانید. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. زنده را از مرده بیرون می آرد و مرده را از زنده بیرون می آرد و زمین را بعد از مردن آن زنده می گرداند و شما نیز این چنین از قبر خیش برآورده می شوید. و من آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. و از نشانه های او یکی هم این است که شما را از خاک آفرید و باز شما مردمی پدید آمدید که به هر طرف پراگنده شوید. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه این فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. و از نشانه های او یکی هم این است که برای شما از خود شما زنان را آفریده تا در کنار آنها آرامش یابید و او در میان شما دوستی و مهربانی برقرار ساخت. بیگمان در اینها برای گروهی که فکر می کنند نشانه هایی است. و من آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم
إن في ذلك لآيات للعالمين. و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین است و نیز این که شما به زبان های مختلف سخن می زنید و دارای رنگ های مختلف می باشید، واقعا در اینها برای دانشمندان نشانه های است. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله این و از نشانه های او خوابیدن شماست در شب و روز و نیز جستن چیز از فضل اوست. بیگمان در این برای کسانی که سخن حق را میشنوند نشانه هاییست. و من آیاتی یوریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء يحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و از نشانه های او این است که به شما برقک را می نمایاند که هم موجب ترس و هم مایه امیدواری است و نیز آب را از آسمان نازل می کند و با آن زمین را بعد از پژمردگی آن زنده می سازد. بیگمان در این برای کسانی که هوشیارند نشانه هایی است. و من آیاتی ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. و از نشانه های او این است که آسمان ها و زمین به حکم او میستند، سپس همین که شما را از زمین فراخواند آنگاه از قبر خیش بیرون میشوید. وله من فی السماوات والأرض کل له قانتون. هرچی در آسمان ها و زمین است از آن اوست، همه با او فرمان برند. و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. و اوست که همه مخلوقات را در آغاز می آفریند و باری دیگر آنها را باز می گرداند و این آفرینش دومی بر او آسانتر است. با او نمونه اعلای جهان هستی هم در آسمان ها و هم در زمین تمثیل می شود و او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ایمانكم من شرکا فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. برای شما از تجارب خود شما مثال زد، آیا شما را بردگانی هست که در آنچه به شما روزی داده ایم به شما شریکند و شما و ایشان در آن برابرید؟ از ایشان طوری می ترسید که از قوم خود می ترسید. به این ترتیب این آیات را برای مردمی که عقل خود را به کار می اندازند تفصیل می دهیم. بل اتبع الذین ظلموا اهواء غير علم فمن
ضل الله وما لهم من ناصرين. نخیر، بلکه ستمگاران تنها هوا و هوس خود را پیروی کردند بدون آنکه در زمینه علمی داشته باشند. پس آیا کسی را که خداوند گمراه کرد کی هدایت می کند و برای ایشان مددگارانی نیست؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پس روی خود را به دین خالص و پاک راست کن، به همان سرشتی که خداوند مردم را بر آن آفریده است. در آفرینش خداوند هیچ تغییری صورت گرفتن نمی تواند. این است آیین استوار، اما اکثر مردم نمی دانند. منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین. به او روی آرنده باشید و از او بترسید، نماز را به تمام و کمال ادا کنید و از مشرکان ما باشید. من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. از آنانی که در آیین خیش تفرقه انداختند و در گروه ها تقسیم شدند، هر گروهی برایی که در پیش گرفته است خرسند است. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فریق منهم بربهم یشرکون. و چون به مردم مشکلی عاید شود، پروردگار خود را می خوانند و به او رجوع می کنند، اما چون به ایشان مرحمتی از جانب خیش بچشاند، آنگاه گروهی از ایشان به پروردگار خود شریک می آورند. لیکفو بما آتیناهم فتمتعو فسوف تعلمون. تا به آنچه که به ایشان دادیم ناسپاسی می کنند، اکنون از لذایز زندگی بهره گیرند، اما به زودی به قصور خیش پی میبرند. ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون. یا آیا به ایشان دلیل فرو فرستادیم تا مطلبی را به زبان آورند که به وسیله آن حقانیت شرک آنها ثابت گردد؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. وَچون به مردم مرحمت بچشانیم به آن شادمان میشوند، اما اگر به ایشان سبب اعمالی که از پیش انجام داده اند مصیبتی برسد، در این حال است که ایشان ناامید می گردند. اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر این فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آیا نمی بینند که خدا به هر کی بخواهد روزی او را فراخ یا تنگ می سازد؟ بیگمان در این نشانه هایی است برای آنانی که ایمان دارند. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله و اولئیک هم المفلحون. پس حق صاحب قرابت مسکین و وامانده در راه را بده،
و این کار برای کسانی که رضای خدا را می جویند بهتر است و هم ایشانند رستگار. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. آنچه را از سود میدهی تا در مالهای مردم بیفزاید پس در نزد خدا فیزونی به بار نمی آورد و آنچه را از زکات میدهید که با آن رضای خدا را می جوید هم ایشانن صاحب فیزونی. ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. خداوند ذاتی است که شما را آفرید، سپس شما را روزی داد، باز شما را میراند و باز شما را زنده میگرداند. آیا از شرکای شما کسی هست که برخی از این چیزها را کرده بتواند؟ پاک است او و او از آنچه با او شریک می آورند برتر است. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بنسبت اعمالی که مردم مرتکب می شوند خشکه و بحر را فساد فرا گرفته است تا خداوند به ایشان جزای بعضی از اعمالشان را بچشاند تا باشد که ایشان از گناهان خیش بازگردند. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. بگو در زمین سفر کنید و ببینید که آخر کار پیشینیان چگونه بود. اکثر ایشان مشرک بودند. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پس به آیین برحق روی آور پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن راهی بازگشتی از عذاب خدا نباشد و در آن روز است که نیکوکاران از بدان جدا می شوند. من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلأنفسهم ینهدون لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله اینه لا يحب الكافرين. هر کی کافر شد پس بر اوست جزای کفر او و آن کسانی که اعمال شایسته انجام دادند پس ایشان برای خود در بهشت گهواره می سازند تا خداوند آنانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به فضل خیش پاداش بدهد. بیگمان خداوند کافران را دوست ندارد. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. و از نشانه های او این است که بادها را به حیث مژده‌دهنده می‌فرستد تا شما را از فضل و مرحمت خیش بچشاند
و تا کشتی ها به حکم او براه افتند و تا شما چیزی از فضل او را بجوید، یعنی در جستجوی روزی حلال شوید و تا باشد که سپاسگزاری نمایید. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. بیگمان پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادی، پس ایشان به قوم خیش معجزه های آوردند و در این حال از کسانی که مرتکب جرم شدند انتقام گرفتیم و بر ماست که به مددگاری مسلمانان برسیم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. خداوند ذاتی است که بادها را می فرستد، سپس ابرهای را برمی انگیزد و در این حالت آنها را در آسمان به هر گونه ای که بخواهد گسترش می دهد و پارچه پارچه می سازد. پس قطرات باران را می بینی که از میان آن بیرون می آیند و در این حالت به هر که از بندگان خود بخواهد آن را می رساند و ایشان همین که قطرات باران بر ایشان باریدن می گیرد ناگهان شادمان می شوند. و این كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. هرچند قبلا پیش از این که بر ایشان باران فرود آید ناامید بودند. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سپس با آثار رحمت خدا نظر بینداز که چگونه زمین را بعد از پژمردگی آن زنده می گرداند، یعنی سرسبز می سازد. واقعا همین آفریدگار است که زنده گرداننده مردگان است و او بر همه چیزها قدرت دارد. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اگر بادی را بفرستیم که به سبب آن کشتشان را زرد شده ببینند، البته بعد از آن از همه نعمتهای پیشین ناسپاس می شوند. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ. پس بگمان تو مردگان را شنوانده نمی توانی، نه هم بکران چون پشت برگردانن صدای را شنوانده می توانی. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. و نه هم تو کوران را از گمراهیشان براه بازگردانده می توانی، شنوانده نمی توانی مگر کسانی را که با آیات ما ایمان دارند و ایشان مسلمانند. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. خداوند ذاتی است که شما را از ناتوانی آفرید، سپس بعد از ناتوانی شما را نیرومند گردانید،
سپس بعد از نیرومندی باز شما را ناتوان ساخت و پیری به سراغ شما آمد. خداوند آنچه را بخواهد می آفریند و اوست همان ذات دانا و توانا. و یوم تقوم الساعت یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذلک کانوا یؤفکون. و روزی که قیامت برپا شود گناهکاران سوگند می خورند که درنگ نکردند مگر ساعتی، بدین ترتیب ایشان از راه حق باز داشته می شوند. و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. مگر آنانی که برایشان دانش و ایمان داده شده بود می گفتند واقعا طبق کتاب خدا تا روز رستاخیز درنگ کردی و این از روز رستاخیز، مگر شما چنین بودید که نمی دانستید. فیوم ایدین لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. پس در آن روز عذرخواهی ستمگاران سود بار نمی آورد و نه هم ایشان به توبه دعوت می شوند. و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذین كفروا این و بیگمان در این قرآن برای مردم از هر نوع مثال زدیم، اگر برایشان هر نوع معجزه بیاوری باز هم بیگمان کافران بیگویند شما جز دروغگو نیستید. كذلك یطبع الله على قلوب الذین لا یعلمون. همچنین خداوند بر دلهای آنان مهر می نهد که نمی دانند. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. پس صبر کن، حقا که وعده خدا حق است، هان به هوش باش که ناباوران تو را به سبکسری نکشانند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم هدى و رحمت للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الف لام میم. اینها آیات کتابی با حکمت است، هدایت و رحمتی است برای نیکوکاران، آنانی که نماز را به تمام و کمال برپا می دارند و زکات می دهند و به آخرت یقین دارند. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم ایشانند بر هدایت راستین از جانب پروردگارشان و هم ایشانند رستگار. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. و از مردم کسی هست که سخنان بیهوده را میخرد تا با بیدانشی مردم را از راه خدا باز دارد و آن را به تمسخر گیرد، چنین مردمی به عذاب رسوا کننده گرفتار می شوند. و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستكبرا کأن لم يسمعها کأن فی اذنیه وقرا
فبشره بعذاب الیم. چون بر وی آیات ما خوانده شود تکبر کنان روی برمیگرداند که گوی آن را نشنیده، گوی در گوشهای او کریست، پس او را به عذاب دردناکی مژده بده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. بیگمان آنانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند برای ایشان باغهای سرشار از نعمت هاست، در آن جاودانه به سر می برند. وعده خداوند حق است و او صاحب قدرت منی و با حکمت است. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. آسمانها را بدون پایه‌ای که دیده بتوانید آفرید و بر زمین کوه‌ها را قرار داد تا شما را نجنباند و در زمین از هر جانوری پراگنده ساخت و از آسمان آب فرود آوردیم. به این ترتیب در زمین از هر جوره از رویدنی‌های سودمند رویانیدیم. هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذین من بل الظالمون في ضلال مبين. این چنین است آفرینش خدا، پس به من نشان دهید کسانی که جز وی مورد نیایش قرار گرفته اند چی چیز را آفریده اند، بلکه ستمگاران مشرک در گمراهی آشکار. ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. بیگمان به لقمان حکمت دادیم و گفتیم که خدا را سپاسگزار، و کسی که سپاسگزاری کند به سود خود سپاسگزاری می کند و کسی که ناسپاسی کند پس حقا که خداوند بی نیاز و ستوده است. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. بیاد آور هنگامی را که لقمان به پسر خود در حالی که او را پند می‌داد گفت ای پسرک من، با خدا شریک میاور، بیگمان شرک ستمی بزرگی است. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وإنسان را بإطاعت پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را در سستی و ناتوانی به سستی و ناتوانی دیگر برداشت و جدا کردن او از شیر 2 سال است، به اینکه مرا و مادر و پدر خود را شکر گویی و سوی من است بازگشت. و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. واگر پدر و مادرت تو را بر این وادارند که به من شریک بیاوری، چیزی را که خود آن را نمیدانی از ایشان پیروی مکن،
ولی با ایشان در این دنیا به وجه پسندیده مصاحبت کن و راه کسی را پیروی کن که به سوی من رو می آورد. سپس بازگشت شما به سوی من است و من شما را به کنه آنچه می کردید آگاه می گردانم. یا بنی انها ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. ای پسرک من، اگر خصلتی که انجام میدهی به اندازه دانه از خردلی باشد و بر سر لاخ کوهی یا بر فراز آسمانها یا در قعر زمین قرار داشته باشد، خداوند آن را می آورد. حقا که خداوند به امور دقیق و پنهان آگاه و باخبر است. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ای پسرک من، نماز را به تمام و کمال ادا کن، به کارهای پسندیده امر کن و از کارهای ناشایسته منع کن و به مصیبتی که به تو میرسد شکیبا باش. بیگمان اینها از کارهای مهم است. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. با تکبر روی خود را از مردم مگردان و در زمین با ناز و نخوت مرو. بیگمان خداوند هیچ ناز فروش خودستای را دوست ندارد. و قصد فی مشیک و غضب من صوتک این انکر الاصوات لصوت الحمیر. در روش خود میان رو باش و از بلندی آواز خود بکا. واقعا زشترین آوازها آواز خر است. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. آیا ندیدید که خدا برای شما همه چیزهایی را که در آسمانها و در زمین است رام ساخت که به معرض استفاده شما قرار دارد و نعمتهای خود را به گونه آشکارا و پنهان بر شما وافر گردانید و تمام کرد و با این هم از مردم کسی است که بدون دانش و بدون آن که کتاب روشنایی بخشی به دست داشته باشد در مورد خدا مجادله می کند؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. چون به ایشان گفته شود آنچه را خدا نازل کرده پیروی کنید، میگویند بلکه چیزی را پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم. حتی اگر شیطان پدرانشان را به عذاب شعله‌ور یعنی دوزخ فرا میخواند، باز هم اینها از پدران خود پیروی میکردند. و من یسلم وجهه الى الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. و هر کسی که خود را به خدا تسلیم کرد و او نیکوکار بود، بیگمان به دستگیره محکم چنگ زده است و عاقبت همه کارها به سوی خداست. و من کفر فلا یحزنک کفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. و
هر کی کافر شد پس کفر او تو را اندوهگین نسازد. بازگشت ایشان به سوی ماست، پس ما ایشان را به حقیقت آنچه می کردند آگاه می گردانیم. بیگمان خداوند به همه آنچه در سینه ها است آگاه می باشد. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. کمی ایشان را از نعمتهای خیش بهرمند می سازیم، باز ایشان را به تحمل عذاب سخت ناچار می سازیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وأگر از ایشان بپرسی کیست که آسمانها و زمین را آفرید، یقینا میگویند خدا. بگو همه ستایش از آن خداست، اما اکثر ایشان نمیدانند. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست، بیگمان خداوند بی‌نیاز و ستوده است. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأگر هرچی در زمین از درخت یافت شود همه قلم شوند و دریا را پس از آن هفت دریای دیگر افزایش دهد و با این قلم و این مرکب کلمات خدا نوشته شود، باز هم سخنان خدا به پایان نمی رسد. حقا که خداوند صاحب قدرت منعی و با حکمت است. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. آفریدن شما و بازندگردانیدن دوباره شما نیست مگر مانند آفریدن یک شخص. بیگمان خداوند شنوا و بیناست. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری الى اجل مسمى و ان الله بما تعملون خبیر. آیا ندیدی که خدا شب را در روز داخل می گرداند و روز را در شب داخل می کند و آفتاب و ماه را رام ساخته است؟ هر کدام مسیر خود را تا مدت معینی می پیماید و این که خداوند به آنچه می کنید آگاه است. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. این به سبب آن است که بیگمان خداوند هم اوست حق و بیگمان جز او هرچی را نیایش می کنند باطل است و بیگمان خداوند هم اوست بلند مرتبه و بزرگ. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیا ندیدی که کشتی در دریا با فضل خداوند می رود تا به شما نشانه های قدرت او را نشان بدهد؟ بیگمان در این برای هر شکیبای سپاسگزار نشانه هایی است بر قدرت و علم خداوند. و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. و هنگامی که ایشان را موجی همچون سایبانهای بپوشاند خدا را می خوانند و با اخلاص کامل او را عبادت می کنند،
اما همین که ایشان را به خشکه نجات داد، پس صرف برخی از ایشان به اعتدال میمانند و نشانه های ما را تکذیب نمی کند مگر هر عهد شکنی ناسپاسی. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، از پروردگار خیش بترسید و از روزی بترسید که در آن هیچ پدری نمیتواند از جای فرزندش گناه او را به دوش بگیرد و نه فرزندی میتواند از جای پدرش گناه او را به دوش بگیرد، حقا که وعده خداوند حق است. پس شما را زندگی دنیا فریب ندهد و نیز فریبنده یعنی شیطان شما را در مورد خداوند هرگز فریب ندهد. این الله عنده علم الساعت و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بیگمان علم به قیامت خاص به نزد خداوند می باشد. او باران را نازل می کند و آنچه را در رحم هاست می داند و هیچ کس نمی داند که فردا چی می کند و هیچ کسی نمی داند که در کدام سرزمین می میرد. حقا که خداوند دانا و آگاه است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. الف لام میم در نازل شدن این کتاب از جانب پروردگار جهانیان هیچ شبهه‌ای نیست. ام یقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آیا می گویند محمد آن را افترا کرده است؟ هرگز چنین نیست، بلکه این کتاب حق است از جانب پروردگار تو تا مردمی را بترسانی که برایشان پیش از تو بیم دهنده نیامده است تا باشد که رهیاب شود. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. خداوند است آن که آسمانها و زمین و آنچه را میان آنهاست در شش روز آفرید، سپس بر عرش مستولی شد. شما به جز او هیچ دوست و هیچ شفاعتگری ندارید، پس آیا پن نمی گیرید؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. همه کارها را از آسمان تا زمین او اداره می کند، سپس در دوره یک روز که مقدار آن از چیزی که شما می شمارید 1000 سال می شود، همه امور به سوی او بالا می رود. ذلک عالم الغیب و الشهادت العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقه وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ. این است وصف دانای پنهان و آشکار، ذات صاحب قدرت منعی و مهربان.
آنکه هر چیز را که آفریده نیکو آفریده و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین و سپس نسل او را از نطفه از آب بی قدر بمیان آورد. ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. سپس او را به شکل مناسب برابر گردانید و در او از روح خود دمید و برای شما گوش و چشم و دل داد، ولی اندک است این شکری که می کنید. و قالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. و می گویند آیا چون در زمین گم شویم، یعنی جسم ما خاک شود، آیا در آفرینش جدید قرار خواهیم گرفت؟ بلکه این سخن را از سبب می گویند که ایشان از لقای پروردگار خود منکرند. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون. بگو فرشته مرگ که بر شما موکل شده شما را می میراند، سپس به پروردگار خیش برگردانیده می شوید. ولو ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. و اگر می دیدی هنگامی که گناهکاران در نزد پروردگار خود سرفگنده اند و می گویند ای پروردگار ما، اکنون این حالت را دیدیم و این سخنان را شنیدیم، ما را به دنیا بازگردان تا کار شایسته انجام دهیم، ما اکنون به یقین کاملیم. ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اگر می خواستیم برای هر کس هدایت او را می دادیم، ولیکن سخن من حق است که دوزخ را از جنیان و آدمیان در مجمع پر می کنم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. سپس این عذاب را بچشید به این نسبت که روبرو شدن به این روز خود را فراموش کردید، بیگمان ما نیز شما را فراموش کردیم، و عذاب همیشگی را بچشید به سبب اعمالی که آن را مرتکب می شدید. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون. واقعا کسانی به آیات ما ایمان دارند که چون به آن پند داده شوند به سجده به روی می افتند و با ستایش پروردگار خیش تسبیح می گویند و ایشان تکبر نمی ورزند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. پهلوهایشان بر بستر آرام نمی گیرد و به پروردگار خیش با خوف و امیدواری دعا می کنند و از آنچه به ایشان روزی ساختیم خرج می کنند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کس نمی داند چی شادمانی ها و چشم روشنی هایی برایشان در نظر گرفته شده و اکنون از نظر دور نگه داشته شده است و این به جزای اعمال نیکویشان است. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون.
پس آیا کسی که مسلمان است مانند کسی است که فاسق می باشد؟ نه، هرگز این دو گروه برابر نیستند. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اما کسانی که ایمان دارند و کارهای نیکو انجام دادند، برای ایشان باغهای برای بود و باش است و این مهمانی ایشان به سبب اعمال نیکی است که انجام می دادند. و اما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اما فاسقان، پس جای ایشان آتش است، هر باری که بخواهند از آنجا بیرون شوند در آن بازگردانده می شوند و به ایشان گفته می شود بچشید عذاب آتش دوزخ را که آن را دروغ می پنداشتید. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بیگمان ایشان را از عذاب نزدیک پیش از عذاب بزرگ یعنی آتش دوزخ می چشانیم تا باشد که به حق بازگردند. و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. و کی ستمگارتر از کسی که به آیات پروردگار خیش پند داده شود و باز از آن روی برتابد؟ بیگمان ما از گناهکاران انتقام گیرنده ایم. ولقد آتینا موسی الكتاب فلا تكن فی مریت من لقائه وجعلناه هدى لبنی اسرائیل. بیگمان به موسی کتاب یعنی تورات را دادیم، از این رو از برخورد با آن در شبهه مباش و آن را هدایت برای بنی اسرائیل گردانیدیم. و جعلنا منهم ائمتا یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. و از میان ایشان رهبرانی گردانیدیم که با حکم ما رهنمایی می نمودند، چون شکیبایی ورزیدند و با آیات ما یقین حاصل کردند. این ربک هو یفصل بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون. بیگمان پروردگار تو هم اوست که در میان ایشان در مواردی که در آن اختلاف می‌ورزیدند در روز قیامت فیصله می‌کند. اولم یهدی لهم کم اهلکنا من قبل من القرون یمشون فی مساکنهم این فی ذلک لآیات افلا یسمعون. آیا به ایشان رهنمایی نشد که پیش از ایشان چین اصلهای را هلاک گردانیدیم و اکنون ایشان در سرزمینهایی که همان پیشینیان به سر می بردن گشت و گذار می کنند؟ بیگمان در این نشانه هاست، آیا ایشان گوش فرا نمی دهند؟ اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم و انفسهم افلا یبصرون. آیا ندیدند که آب را به زمین سوخته بی گیاه جاری می سازیم؟ پس به وسیله آن کشت را می رویانیم تا از آن مواشیشان و خودشان بخورند. آیا نمی بینند؟ و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین. و می گویند این پیروزی چی وقت به سر می رسد اگر راست گویید؟
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. بگو در روز بسر رسیدن این پیروزی برای کافران ایمان آوردنشان سودی ندارد و نه هم به ایشان مهلت داده می شود. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. لذا از ایشان اعراض کن و انتظار بکش، یقینا ایشان نیز با ناباوری با انتظار چنین روزی هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أي پیامبر از خدا بترس و از کافران و منافقان اطاعت مکن، بیگمان خداوند دانا و با حکمت است. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. و چیزی را که از جانب پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن، بیگمان خدا به آنچه می کنید آگاست. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. و بر خدا توکل کن و خدا به حیث وکیل بسنده است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجكم اللائی تظاهرون منهن امهاتكم وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. خداوند برای هیچ کسی دو دل در داخل وجود او قرار نداده است و نه زنان شما را که مادر می خوانید مادر شما گردانیده است و نه پسر خواندگان شما را پسران شما گردانیده است. این سخن شماست که به دهن خود می گویید و خداوند حقیقت را می گوید و او راه را نشان می دهد. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ایشان را به نام پدرانشان بخوانید، این در نزد خدا منصفانه تر است. اگر نام پدرانشان را نمی دانید در آن صورت برادران دینی شما و دوستان شما هستند. بر شما گناهی نیست اگر در زمینه خطا کرده باشید، مگر در صورتی که دلهای شما قصدن این گناه را مرتکب شود قابل اندیشه است. در آن حال نیز خداوند آمرزگار و مهربان است. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیامبر به مؤمنان از خودشان نیز سزاوارتر است و زنان او مادرانشان هستند. خیشاوندان بعضشان به بعضی دیگرشان در حکم خدا نسبت به آن عده مؤمنان و مهاجران که با آنها عقد برادری بسته اند سزاوارترند.
مگر این که با دوستان خود نیکویی کنید، این حکم در کتاب نوشته شده است. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للكافرین عذابا الیما. و بیاد آور چون از پیامبران عهدشان را گرفتیم و از تو نیز و از نوح، ابراهیم، موسی و عیسی پسر مریم از ایشان عهد محکم گرفتیم تا خداوند صادقان را از صدقشان بپرسد و برای کافران عذاب دردناک را آماده کرده است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. ای مسلمانان، نعمت خدا را بر خود به خاطر آورید هنگامی که بر شما لشکرهای آمدند، پس بر ایشان بادی و لشکرهای فرستادیم که آنها را دیده نمی توانستید و خداوند به آنچه می کنید بیناست. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. چون لشکرهای دشمن بر شما از قسمتهای فراز شما و از قسمتهای نشیب شما آمدند و چون چشمها خیره شدند و دلها تا گلوها رسید و در مورد خداوند گمانهای گوناگون به خاطر شما خطور کرد. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. در اینجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و شدیداً تکان داده شدند. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. و بیادار هنگامی را که منافقان و آنانی که در دلهایشان مرضی است گفتند خداوند و پیامبر او جز فریب را به ما وعده ندادند. و اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فارجعوا و یستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی بعوره این یریدون الا فرارا. و آن وقت را بیاد دارید که طایفه از ایشان گفتند ای اهل یثرب در اینجا برای شما جای نیست، پس برگردید. و گروهی از ایشان از پیامبر اجازه خواستند و می گفتند براستی خانه های ما بی سرپرست مانده است، در حالی که بی سرپرست نمانده بود. ایشان جز فرار چیزی نمی خواستند. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. اگر بر ایشان از قسمتهای متعدد مدینه آشوبگران وارد می شد و از ایشان خواسته می شد که فتنه انگیزی کنند، واقعا آن کار را می کردند و در این کار جز اندکی درنگ نمی کردند. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا. ایشان پیش از این نیز با خدا عهد بسته بودند که در میدان جنگ پشت بر نگردانند و از عهد خدا یقینا سوال شده نیست. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا.
بگو با شما فرار فایده ای ندارد. اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید و در این حال جز دوره کوتاهی از زندگی بهره‌ور نخواهید شد. قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. بگو کیست آن که شما را از این که اراده خداوند در مورد شما عملی شود باز می دارد؟ اگر به شما اراده بدی کند یا به شما اراده مرحمت نماید و ایشان برای خود جز خدا دوست و مددگاری نمی یابند. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. بگمان خداوند بازدارندگان از جنگ را شما میشناسد و آنهایی را که به برادران خود میگویند به سوی ما بشتابید و به جنگ نمی آیند مگر اندکی. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. بر شما بخیلند، یعنی از شما دریغ می‌ورزند، پس چون وقت ترس فرارسد می‌بینی که با سوی تو می‌نگرند و چشمشان دور می‌خورد، همانند کسی که مرگ بر او سایه افکنده باشد. باز چون ترس از میان رفت شما را با زبانهای تیز خود نیش می زنند، در حالی که بر خیر بخیلند. اینها ایمان نیاوردند، پس خداوند اعمال ایشان را حبطه گردانید و این کار با خداوند آسان است. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. چنین میپندارند که قشون کافران نرفته اند و اگر این قشون دوباره بیایند آرزو می کنند کاش در صحرا و در میان بادیه نشینان می بودند و آنجا از احوال شما سوال می کردند و اگر در میان شما می بودند باز هم جنگ نمی کردند مگر اندکی. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. برای شما واقعا رسول خدا نمونه نیکویست برای کسی که آرزوی او ثواب خداوند و روز آخرت است و خدا را بسیار یاد می کند. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. و چون مسلمانان احزاب یعنی هجوم دست جمعی دشمنان را دیدند گفتند این همان چیزی است که خداوند و پیامبر او به ما وعده داده بودند و خداوند و پیامبرش راست گفتند و این رویداد در ایشان جز ایمان و فرمانبری چیزی دیگری را نیفزود. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم
ان الله كان غفورا رحيما. از مؤمنان کسانی اند که بر چیزی که با آن با خدا پیمان بسته اند صادق بودند. بعضی از آنها ذمه‌داری خود را ادا کردند و بعضی از ایشان هنوز هم منتظرند و بر رویش خود تغییر ندادند تا خداوند صادقان را به صدقشان مکافات دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا توبه ایشان را بپذیرد. حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. خداوند کافران را با خشمشان بازگرداند که هیچ خیری به دست نیاوردند. خداوند مؤمنان را در این مقاتله بسنده شد. خداوند نیرومند و صاحب قدرت منی است. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وخداوند آن ده از أهل الكتاب را که با لشکرهای کافران کمک کردن از قلعهایشان پایان کرد و در دلهایشان خوف انداخت تا اینکه گروهی از ایشان را میکشتید و گروهی را هم اسیر میگرفتید. و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطعوها و کان الله علی کل شیء قدیرا. و زمینشان، خانه‌هایشان و اموالشان را به شما میراث داد، زمینی را که شما تا هنوز مورد استفاده قرار نداده اید و خداوند بر همه چیز قدرت دارد. یا ایها النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ای پیامبر، به زنان خود بگو اگر زندگانی و آرایش این دنیا را می خواهید پس بیایید من شما را از آن بهره‌ور می سازم و آنگاه شما را به شیوه نیکوی رها می کنم. و این کنتم تردن الله و رسوله و الدار الآخرة فإن الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. اما اگر خدا و پیامبر او و سرای آخرت را می جویید پس بیگمان خدا برای زنان نیکوکاری از شما پاداش بزرگی آماده کرده است. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وكان ذلك على الله يسيرا. ای زنان پیامبر، اگر کسی از شما به گونه آشکاری مرتکب عمل ناشایسته شود مجازات او دو چند است و این کار برای خداوند آسان است.